آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با درخواست برای برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای کمک به سیل زدگان و جبران خسارت های ناشی از سیل مخالفت کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 18 فروردین با ارسال نامه ای به خامنه ای از او خواسته بود تا مجوز برداشت 2 میلیون یورو از صندوق ذخیره ارزی یا همان صندوق توسعه ملی را برای کمک به مردم سیل زده و تعمیر و بازسازی زیرساخت های تخریب شده صادر کند. اما رهبر جمهوری اسلامی پس از 10 روز در پاسخ به درخواست حسن روحانی نوشت دولت باید ابتدا از منابع دیگر استفاده کند و بعداً در صورت نیاز وی با برداشت از صندوق موافقت خواهد کرد. آقای خامنه‌ای در نامه خود به روحانی نوشته برداشت از صندوق تنها در صورتی مجاز است که گزینه دیگری وجود نداشته باشد. متن نامه رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی بدین شرح است. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و تحیت در پاسخ به مرقوم شماره 98636 مورخ 18/1/1398 آن جناب اشعار می‌دارد خسارت‌های مالی ناشی از سیل ویرانگر به ویژه در چند استان بسیار سنگین و مصیبت بار است و لازم است به طور جدی از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری و جبران شود. البته کمک‌های مردم و نهادهای انقلابی و دستگاه‌های متعدد دولتی و نظامی در این ایام حقاً چشمگیر و موجب سپاس و قدردانی است، ولی این کمک‌ها نمی‌تواند خسارت‌های وارده به آحاد مردم به ویژه کشاورزان و صاحبان کشتارهای سیل‌زده را جبران کند و ورود دولت لازم است. آقای خامنه‌ای در نامه خود افسوده مطلعید که استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است. لذا تأکید می‌شود که دولت سریعاً از محل‌هایی همچون 5% مقرر در بودجه عمومی کشور برای جبران خسارت حوادث غیر مترقبه، جابجایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی، بیمه‌ها و تسهیلات بانکی اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت در صورت نیاز برداشت از صندوق مزبور مورد تایید این جانب خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی در ادامه گفته لازم می دانم توصیه های زیر را برای جریان بهتر کارها مطرح نمایم. 1. فرماندهی واحد برای مدیریت یک پارچه، هماهنگی، انسجام، پیگیری، نظارت و پاسخگویی نسبت به اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی ایجاد شود. 2. پایگاه اطلاعات جامع و قابل اتکا از کلیه عناصر حقیقی و حقوقی متأثر از سیلاب اخیر با قابلیت برآورد دقیق خسارات و نیازها و رصد کلیه خدمات و کمک‌های دریافتی از مبادی مختلف در اسرع وقت ایجاد شود. 3. برنامه اقدامات با اولویت بندی و زمانبندی مشخص تهیه و تقسیم کار بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و انقلابی و مردمی با تعیین مسئولیت‌ها تهیه و به اجرا گذاشته شود. 4. اقدامات لازم برای تأمین نیازها و مایحتاج عمومی و فوری افراد متأثر از سیلاب، خصوصاً تأمین خسارات کشاورزان در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد. 5. به منظور رونق کسب و کار در مناطق سیل‌زده، حداکثر استفاده از ظرفیت‌های مناطق مذکور برای بازسازی صورت پذیرد. ضمن اینکه تدابیر لازم و فوری برای بازسازی و تعمیر سریع و ایمن واحدهای آسیب دیده مسکونی و تجاری و تولیدی به اجرا گذاشته شود. توفیقات همه دستندرکاران را مسئلت می نمایم. سید علی خامنه‌ای 23 فروردین 1398. صندوق ذخیره ارزی یا همان صندوق توسعه ملی در دوره محمد خاتمی ایجاد شد تا بخشی از درآمد نفتی ایران در آن ذخیره شود. اما طبق برخی گزارش‌ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد موجودی این صندوق به خاطر برداشت‌های بی‌حساب و کتاب دولت به صفر رسید. آیت الله خامنه‌ای در سال 96 هم مجوز برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را صادر کرد که از این مبلغ 2 میلیارد و 500 میلیون دلار برای هزینه‌های نظامی، 150 میلیون دلار برای صدا و سیما، 150 میلیون دلار برای مقابله با ریزگردها و 150 میلیون دلار هم برای بازسازی مناطق زلزله زده اختصاص داده شد. در اردیبهشت ماه سال جاری گزارشی داده شد و کمیسیون بودجه مکلف شد راجع به برداشت 4.1 میلیارد دلاری دولت در پایان سال 92 که از دیوان محاسبه بود بررسی بکنه و اظهار نظر بکنه. در همون ایام در مهلت قانونی
از دیوان محاسبات دعوت شد، از نماینده دولت دعوت شد، توضیحات داده شد. نماینده دولت علاوه بر اینکه صحه گذاشت به گزارش دیوان محاسبات، همونجا اعلام کرد که اثر برداشت این حجم از ذخایر بانک مرکزی منجر به افزایش 5% نقدینگی در کشور شده در پایان سال 92. بنابراین کمیسیون وظیفه خودش رو در تنظیم گزارش و ارائه به صحن انجام داد. متاسفانه زمان طولانی شد تا گزارش تنظیم بشه و به صحن ارائه بشه. منتها از زمانی که گزارش به صحن ارائه شد، مجلس مورد حملات عزیزان دولت قرار گرفت، از سخنگو گرفته تا معاون اول مجلس رو به توپ بستن، تهدید کردن و توجه نداشتن که مجلس نه برای اولین بار است که این گونه به توپ بسته میشه و نه آخرین باری خواهد بود که به هیچ وجه در مقابل اینجور تهدیدات عقب نشینی خواهد کرد. من استدعا دارم این گزارش 4.1 که تخلف دولت در برداشت از حساب صندوق توسعه ملی رو محرز میکنه و بعد از اون هم برای اصلاحش نه از شرکت نفتی نیکو که از ذخایر ارزی بانک مرکزی برداشت شده، این رو رسیدگی بکنید. کمیسیون برای همراهی با دولت جلسه گذاشت، 4 از نمایندگان دولت اومدن 1.5 ساعت توضیح دادن. متاسفانه دیوان محاسبات فرصت پیدا نکرد پاسخونها رو بده، ولی من استدعا دارم این گزارش قرائت بشه. اگر دولت نظری داره و پاسخی داره بیان پاسخ رو اینجا قرائت کنم. بسیار. من یه لحظه اجازه بدید من جمله آخر رو عرض بکنم. یه توافقی بین جمعی از عزیزان کمیسیون و نمایندگان دولت انجام گرفت که در اونجا باز مجدداً صحه گذاشته شد به درستی گزارشی که کمیسیون داده بر مبنای گزارش دیوان محاسبات. اما سخنگوی محترم دولت مجدداً رفت مصاحبه کرد با مطبوعات و این جمله رو من از ایشون قرائت میکنم از متن مصاحبهشون. سخنگوی دولت با تاکید بر این که ممکن است این بحث پیش آید که در شرایط موجود که این پول از صندوق برداشت نشده و از درآمدها بوده، که هر دوی اینها کذبه و اشکالاتی که بعضی از نمایندگان گرفتن مستند به سندی بوده که اصلاح شده، پس مجلس کارش خلاف قانون بوده است. مجلس رو داره خود ایشون شبهه ایجاد میکنه که کارش خلاف قانون بوده است. پاسخ ایشون رو به شبهه‌ای که خودش ایجاد کرده بشنویم. میگه که لازم است در این باره بگویم که جایگاه مجلس در نظام اداری ایران بسیار رفیع است. سوال اینه که جایگاه مجلس کجاست؟ شما دارید مجلس رو متهم میکنید به گزارش خلاف دادن در 2 که هر 2 اون کذبه. من تقاضا دارم اجازه بدید این گزارش 4.1 در اینجا قرائت بشه. دلیلش هم 2 یکی تهدیداتی که دولتی ها نمایندگان کردن، 2 تکرار این کار که در سال 93 اتفاق افتاده، مجدداً 1.2 با همین سازوکار و بدتر از این برداشته شده. یه گزارش 18 میلیارد دلاری داریم، هنوز ما نسبت به ابعادش روشن نیستیم چه اتفاقی افتاده. من استدعا دارم اجازه بدید این گزارش قرائت بشه، گزارش های تکمیلی اون هم در سن قرائت بشه که تکلیف مردم در رابطه با این بحث غیرقانونی روشن باشه. من قبلا هم این نکته رو عرض کرده بودم که کاری که کمیسیون انجام داد هیچ تخلفی درش نبود، کاملا قانونی این کار رو انجام داد. بعد از اینکه این آقایان نمایندگان دولت و مجلس هم نشستن صحبت کردن، این محرز شد. یه بندش هم همین هست که دیوان محاسبات و مجلس درست عمل کردن و تخلفی نداشتن. آقایان در صحبتهاشون در خارج از مسائل قانونی صحبت نکنن. تهدیدم که حرف بی ربطی است. آقا تهدید چی میخوام بکنم؟ مجلس وظیفش نظارت هست،
نظارت کرده و متوجه شده که در این زمینه تخلفی صورت گرفته. دیوان محاسبات کارش همینه، این تخلف رو گزارش داده به کمیسیون، کمیسیون هم بررسی کرده، گزارشش هم خوانده خواهد شد، توی دستورم هست. متشکرم.